که بر زندگی 3400 نفر تاثیر می‌گذارد و می‌تواند تا پایان سال جاری بسیار بدتر از این بشود. شما با یک کشور در داخل یک کشور دیگر مواجه هستید. فقط سوال من را جواب بدهید. آیا وزارت خارجه هیچ کاری کرده است در مخالفت و اعتراض به پخش صدای بلندگوها به داخل کمپ اشرف؟ جواب یا بله است؟ خب می‌بینید که درگیری تا کجا کشیده شده. خانم رجوی نشون داد که اجازه نمیده هیچ جنایتی در خفا اتفاق بیفته. حالا نمایندگان مردم آمریکا به اندازه‌ای که باید از توطئه با خبر شدند. البته این فقط در آمریکا نیست و اشرف حالا بین‌المللی شده. اینو شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقی گواهی میدن. همچنان که نماینده کنگره روهر آباکر به مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا خاطر نشان کرد، از این پس مسئولیت هر خونی که در اشرف ریخته شود بر عهده ایالات متحده است. 9 مرداد اتحادیه بین‌المللی زنان خواستار رفع محاصره اشرف شد. 10 مرداد کنفرانس در بروکسل، اشرف، توطئه های رژیم ایران، راه حل‌ها و نقش آمریکا و اروپا. 12 مرداد لورکینگ، طرح باتلر برای جابجایی ساکنان اشرف در تضاد با تعهدات رئیس جمهور آمریکا. 13 مرداد لیتوانی، رسم حمایت اکثریت پارلمان لیتوانی از اشرف. 14 مرداد ایتالیا، رسم حمایت نمایندگان چپ و رادیکال ایتالیا از مقاومت ایران و اشرف. 15 مرداد مصر، کنفرانس در قاهره، حمایت از اشرف و مجاهدین. 16 مرداد مصر، مصاحبه مریم رجوی با المصری الیوم، غرق ایران سرنگونی رژیم آخوندی را اراده کرده. 18 مرداد ژنو، حضور مریم رجوی در 100مین روز تحصن ایرانیان در مقابل مقر اروپایی ملل متحد در ژنو. 19 مرداد تریبون دو ژنو، مهر تابان از متحصنین تقدیر کرد. 20 مرداد سوئیس، کنفرانس بین‌المللی. به ژنو آمدم تا اقدام‌های عاجلی را برای حفظ جان انسان‌های بیگناه و بیدفاع و بی‌سلاح در برابر حمله و تهدید و اولتیماتوم‌های خونین در همون مسیری که دبیر کل اعلام کرده است طلب کنم. 23 مرداد کنفرانس ژنو، یک کانون که ارزش‌های دموکراتیک را ساطع می‌کند برای ستمگران غیر قابل تحمل است، چرا که مستمرن مشروعیت رژیم ستمگر را از بین می‌برد. ملاها خطر اشرف را خوب درک می‌کنند، ضمن اینکه شما تجلیگر آن چیزی هستید که انقلابیون عرب در جستجویش هستند. باید همه دولت‌ها همکاری کنند تا سلامت ساکنان اشرف تضمین شود. وقتی معنی و مفهوم کانون استراتژیکی نبرد در بیرون از مقاومت به این خوبی درک و تبلیغ میشه، یعنی که نیمه بیشتر راه به سوی پیروزی طی شده. 24 مرداد همبستگی عربی با اشرف در پاریس با حضور مریم رجوی و شخصیت‌های عربی و اسلامی. 27 مرداد قاهره، همبستگی 20 حزب و سازمان سیاسی و حتی شخصیت حقوقی و دانشگاهی مصر با اشرف. 28 مرداد بین العربی، حمایت از حکم دادگاه اسپانیا. 29 مرداد استرالیا، حمایت شورای اتحادیه‌های استرالیا از اشرف و فراخوان به ناوی پیلای. 29 مرداد نیویورک تایمز، حمایت لورد کوربت و 39 پارلمانتر دیگر در حمایت از مقاومت ایران. پیروزی مردم لیبی و فتح طرابلس به دست ارتش آزادی بخش ملی، پیروزی همه ملت‌های منطقه و نقطه‌ات به دیگری از اوجگیری طوفان تغییر و قیام‌های رهایی بخش است. تبریک مریم رجوی به مردم و ارتش آزادی بخش ملی لیبی، ضمناً چراغ راهنمایی است برای مردم ایران. دوم شهریور آمریکا، ریچارد شوبر کارشناس FBI، زمان آن است که برچسب تروریستی را از روی مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون ایران برداری. سه شهریور، همبستگی نمایندگان کنگره آمریکا با تظاهرات ایرانیان. چهارم شهریور واشنگتن، تظاهرات ایرانیان در برابر وزارت خارجه با حضور شخصیت‌های آمریکایی. بیش از 170 روز است که یاران شجاع و مقاوم شما
در برابر ساختمان وزارت خارجه آمریکا تحسین کردند. مردم ایران از ایالات متحده میپرسند که چرا جواز کشتار فرزندان ما را لغو نمی‌کنید؟